استان برقرار شده. سلام بر شما، وضعیت سیل زده ها و امدادرسانی چطوره و با توجه به مسدود شدن خیلی از راه های روستایی که در گزارش هم دیدیم، آیا این مسیرها بازگشایی شده تا الان یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر جناب عالی و همه بینندگان عزیز. من هرشب خدمت شما که یه خلاصه گزارشی ابتدا بدم. از زمانی که به ما اخطاری هواشناسی رو دادن، بیش از 45 جلسه مدیریت بحران در سطح استان و همچنین در سطح شهرستان ها 20 شهرستان تشکیل و هماهنگی لازم انجام شد. یکی از اقدامات عمده ای که در این دوره انجام شد، اطلاع رسانی کامل و جامع به همه مردم بود. من خدمت شما عرض بکنم حجم بارش ها در 30 سال اخیر بی‌نظیر بوده. یعنی ما در بعضی از نقاط بیش از 215 میلیمتر بارندگی داشتیم در عرض کمتر از 24 ساعت و حجم آب بسیار زیادی رو به هر حال در مسیر رودخانه ها و همچنین باز موجب آب گرفتگی در شهرها و روستاها ما شده بود. این حجم ها خب 450 اکیپ در قالب های مختلف از راهداری گرفته اورژانس، پلیس راه، هلال احمر، اتفاقات آب و برق در حوزه‌های شهری روستایی در مناطق حضور داشتن که تونستن مدیریت بسیار خوبی رو که رسن توسط های استاندار و بعضا توسط معاونین ایشون و بقیه عزیزان انجام شد. خود در مناطق سیل زدم از زمانی که بارش ها شروع شد از روز جمعه همه عزیزان حضور داشتن، گزارش دوستان دادن. من فقط اصلاح بکنم، تو محورهای مواصلاتی فرعی خوشبختانه با تلاشی که دوستان انجام دادن، دو مرکز شهرستان ما یعنی دلگان، شهر گلمرتی و فنوج ارتباط برقرار شد. ما ارتباط تلفنی سه تا شهرستانمون و دو تا بخشمون قطع و بوده کامل که همین یک ساعت پیش خوشبختانه با تلاشی که دوستان انجام دادن، شهرستان نیکشهر و اساسا شما که شهرستان قصدرند، ارتباط تلفنیشون برقرار شد. اصلاح بکنم و الان خدمات رسانی با سه تا بالگر در حال انجام هست. فقط عرض بکنم ما چون حوزه شهرستان کنارک و شهرستان چابهار و مخصوصا و تو تصاویر دیدید بخش پولان و دشتیاری زیر آب هست، اونجا ما بیش از 1200 نفر امداد رسانی کردیم، مردم رو جابجا کردیم. خیلی متشکرم. و فقط اقلام امدادی، چادر و پتو و بخاری و بستهای غذایی مورد نیاز است و اینکه بالگردها تعدادشون افزایش پیدا بکنه بتونیم امداد رسانی کنیم. ممنونم آقای بیجار، معاون امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان.